بیش از 200 تن از قاضی ها و کارمندان محاکم سه ولایت در حوزه غرب کشور در این دوره آموزشی شرکت کردند. برنامه‌ای که به هدف بلند بردن سطح ظرفیت کاری این شرکت کننده ها را اندازی گردید است. مقام های دادگاه عالی می گویند هدف آنها بهبود در نظام عدلی و قضایی کشور است. بنابراین پیش از این دو سمینار دیگر در کندهار و غزنی برگزار شده است و حالا بیشتر کارمندان محاکم ولایت های غور، بادغیس و هرات در این سمینار شرکت کردند. چیز مونږه د قضات کمی پیسې چې دوی کوي چې دا پیسې معیاري شي او پر اصولو باندې برابر شي. شماره از این شرکت کننده ها میگویند این دوره های آموزشی به هدف بهبود نظام قضایی موثر است. بنا نیاز است به خاطر ارتقای ظرفیت قاضی ها و کارمندان محاکم این گونه سمینارها برگزار شود. مسئولان برگزاری این برنامه میگویند تمام تلاش آنها این است تا قضایایی که به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده میشوند به گونه عادلانه بررسی گردند. قضات پیسده های عدلانه را صدر میدماید. از این در این در ریاست تمیز یک ریاست است که ریاست تفتیش آن همیشه احوال قضات را پرسان میکنند. اصولنامه اجراءات حقوقی، اصولنامه اداری، اصولنامه نظامی و دیگر راهنمای وثائق فرامین و دیگر متعید المال هایی که از طریق امارت اسلامی آمده بود کلن به خانش گرفته شد، برای قضات تفهیم شد، برایشان گفته شد. در این سمینار آموزشی تمام این شرکت کننده ها با اصول نامه های جزایی، اجرایی، اداری، فرامین صادر شده از سوی رهبری امارت اسلامی و چگونگی عملکرد محاکم در برابر دوسیه های مجرمین آگاهی حاصل کردند. اما مردم همواره از نهادهای عدلی و قضایی خواهان تامین عدالت هستند. در سایه شریعت اسلامی به قضایا در محاکم به وجه احسن رسیدگی شوه و عدالت تامین شوه. ظلم بی حد بوده در این نهادها و امروز روزی از این است که مردم باید اطمینان خاطر بتین از اینکه در محاکم و در نهادهای عدلی و قضایی عدالت به شکل درست تامین بشه. پیش از این نیز صدها تن از قاضی ها در دو سمینار جداگانه در قندهار و غزنی موضوعات مربوط به نهادهای عدلی و قضایی و چگونگی فیصله های محاکم آموزش دیدند.